جمعیت زنان تحصیل کرده و موفق ایرانی اگر بیشتر از مردان نباشد کمتر از آنها نیست. اما برای بیان این دستاوردها در عرصه عمومی زنان به طور نسبی غایب هستند. دلایل حضور کمرنگتر زنان در رسانه‌ها و مجامع عمومی چیست؟ سلام به شما. من لیلا خدابخشی هستم. در برنامه ویژه پرگار امروز درباره جنسیت و حضور در مجامع عمومی صحبت می‌کنیم. در دهه‌های گذشته زنان نقش‌های اجتماعی بیشتر و متنوع‌تری داشتند، اما هنوز سهم متناسبی در مجامع عمومی و رسانه‌ها ندارند. زنان کمتر سخنرانی و سخنوری می‌کنند، کمتر در رسانه‌ها دیده می‌شوند، کمتر امکان نمایش عمومی دستاوردهایشان را دارند و در مجموع صدای متناسب با سهمشان در جامعه ندارند. اخیراً در مراسم خاکسپاری سیمین بهبهانی اعتراض شد که چرا هیچ یک از سخنرانان زن نبودند. در پاسخ به این اعتراض گروهی گفتند چرا زنان منتظر دعوت بودند و خودشان برای سخنرانی داوطلب نشدند. آیا خود زنان به حضور در مجامع عمومی بی‌رغبت هستند یا دسترسی محدود آنها به قدرت و تبعیض در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مانع اصلی است؟ نقش جداسازی جنسیتی و مردانه بودن زبان عمومی در این مورد چیست؟ در گفتگوی امروز علاوه بر اینها به تأثیر عاملیت افراد در کمرنگ کردن این موانع ساختاری می‌پردازیم. همراه با مهمان‌های برنامه خانم شعله ایرانی، فمینیست و روزنامه‌نگار در سوئد، آقای علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، خانم نازنین انصاری، روزنامه‌نگار در لندن و داریوش کریمی که در این برنامه استثنا مهمان برنامه پرگار هست و در مورد تجربیاتش و مشاهداتش از برنامه پرگار میگه. خب بحث رو از شما شروع بکنیم خانم ایرانی. به نظر شما چرا صدای زنان در واقع اونقدری که باید رسا شنیده نمیشه؟ اینو باید در واقع از رسانه ها پرسید، چون رسانه ها این رسالت رو دارند که به در کشور غیر دموکراتیک تریبون رو به طور برابر و عادلانه در اختیار شهروندان بذارن، ولی ظاهرا نشون میده که آمار رو تحقیقاتی که شده نشون میده که از هر چهار نفری که در رسانه ها ظاهر میشن، رسانه های دیداری، شنیداری، نوشتاری، فقط یک نفرشون زن هستند و این آمار مربوط به صرف جامعه ایرانی نمیشه، یعنی اینکه 24% از کل اخبار کسانی که در خبرها ظاهر میشن و عاملیت خبری دارن اونا زن هستند، ما بقیه مرد هستند. دلیلش خب اینه که ما یه ساختار جهانی داریم که بر اساس تقسیم کار جنسیتی عمل میکنه در تمام جوامع، در جوامع مختص به مسئله ایران نیستش، در تمام جوامع قدرت اساساً در دست مردان متمرکز هستش. و بدیهیه که وقتی رسانه میخواد جامعه رو بازتاب بده و روابط قدرت رو بازتاب بده، در نتیجه مجبور میشه که بره به طرف مردان. وقتی که 90% کسانی که در مسائل علمی کارشناس به حساب میان مرد هستند، وقتی بیش از 70% کسانی که در مسائل حقوقی کارشناس به حساب میان مرد هستند، بدیهیه که اون وقت نمایندگان اینها هم که تو رسانه ها تریبون پیدا میکنن اکثریت مردان خواهند بود و این در واقع اون دنبال روی از اون نگاه جنسیتی غالب بر همه دنیا هست. جامعه بشری بر اساس تبعیض جنسیتی و انواع دیگر تبعیض سازماندهی شده. یعنی و این یه مسئله هستش، مسئله ساختاری هستش و به طور سیستماتیک چون ساختار این رو تنظیم کرده، تبعیض جنسی، نگاه جنسیتی، نگاه کلیشه‌ای به زن، اینکه زن موجودی هستش ضعیف و بیشتر با طبیعت و مادر شدن و مسائل این گونه معنا میشه و هویت پیدا میکنه، باعث میشه که این در واقع باز تولید میشه دائم و این باز تولیدی یکی از به نظر من ارگان هایی که این نگاه رو باز تولید میکنه اتفاقا رسانه ها هستن.
در حالی که رسالت و مسئولیتشون چیز دیگری هستش، ولی به نظر من نقش خیلی مهمی دارن در باز تولید این نگاه. درسته. آقای طایفی، به نقش ساختارهای اجتماعی اشاره کردن، به نظر شما نقش عاملیت خود افراد در واقع برطرف کردن این مشکلات و تبعیض‌های ساختاری چیه؟ ببینید، من فکر می‌کنم از یک منظر اگر نگاه کنیم کاملا این حرف صحیح است و طبیعتاً فکر می‌کنم مشارکت زنان حالا نه در جامعه ما بلکه در سطح جهانی هم یه پدیده زمانمنده، یعنی تاریخاً اینطور بوده و خب در حال تحول و دستخوش تغییر هم هست. ولی اگر من از زاویه دیگری فقط به بُعد ساختار نگاه نکنم، چون فکر می‌کنم وقتی ساختار رو خیلی بزرگ بکنم قاعدتاً نقش فرد رو یا عاملیت رو حالا کنشگری گروه‌ها و اقشار اجتماعی رو هم به ویژه در بین زنان رو من یه مقدار تضعیف می‌کنم و شاید این سبب میشه که در نهایت من عنصر تغییر رو به نحوی به اصطلاح ازش غفلت بکنم. در این راستا فکر میکنم که اگر بخوام فقط یک پهنه دیگه ای از نگاه به موضوع رو باز کنم، میتونم اشاره بکنم که زنان ما در جای خودشون تاکنون با توجه به همه ساختارهای موجود نسبتاً هم خوش درخشیدن، ولی اون چیزی که سطح انتظار هست هنوز به اصطلاح به محقق نشده. و این چیزی که شما میگید فرض کنید در مجامع، من میتونم اینطور اشاره بکنم که میگم موضوع مقدار خیلی عام هست. اگر ما حالا جلوتر تو بحث اینو تدقیق بکنیم که کدوم مجامع مورد نظر ما هست و چه سطح یا قشری از زنان مورد نظر ما هستن که احیانا تو این عرصه ها وارد مشارکت نمیشن، اون وقت میشه روی نقش عاملیت به مقدار زیادی با مدقی بیشتری توجه کرد. تاکیدمون تو این بحث بیشتر در مورد زنانی هستش که در مشاغل اجتماعی موفق بودن و قاعدتاً میتونن به عنوان صاحب نظر در رسانه‌ها دعوت بشن یا در مجامع عمومی سخنرانی بکنن. مثلا اینکه چرا خانم‌ها نسبت به این نرخ مشارکتشون در فضاهای آموزشی و تحصیلی در فضاهای فرض کنید مجامع عمومی حضور ندارن، فاکتورهای دیگری پشت این داستان نهفته است. علاوه بر بحث‌های ساختاری که اساساً از زن انتظار این رو جامعه اساساً براشون فراهم نمی‌کنه، در اولویت نمیذاره بازار یا عرضه فرصت‌های شغلی رو، به تعبیری بعضی از اتمام تحصیل وارد دوباره کانون‌های خانواده میشن، چه خانواده پدری چه خانواده همسر، و مسئولیت از این دست که منجر به میشه که احیانا در حالت پسیو قرار میگیرن، یعنی منفعل میشن و فضاهای مناسب برای اینکه بتونن دانش خودشون عرضه بکنن و توسعه بدن رو به دست نمیارن. ولی از طرف دیگه من این رو میبینم که در مواردی اگر بخوام کریتیکال برخورد کنم، اینجا هم میخوام تاکید کنم بخش عاملیت، فکر کنم در برخه هایی در عرصه هایی زنان ما شاید آنچنان که باید توانایی های خودشون نشون نمیدند. خانم ایرانی، موافق نیستم با این موضوع از این جهت که ما میبینیم که این عدم شرکت زنان در مباحث و گفتگوها و این فقط صرف مسئله ایران نیستش. شما در سوئد ببینید، این آماری که گفتم، این تحقیقی که در سال 2010 کردن از اینکه چه تعداد زنها در رسانه ها دیده میشن شنیده میشن، حتی در سوئد که جامعه‌ای که به هر حال در دنیا به عنوان یکی از برابرترین به لحاظ جنسیتی شمرده میشه، حتی در سوئد آمار 33%. یعنی اینکه 33% از خبرها زنها در شرکت میکنن. خب چطوری میشه وقتی که 50% نمایندگان پارلمان سوئد به طور روتین همیشه زن هستند، ولی وقتی که اون 47% زنانی که در رسانه ها 47% از زنان در رسانه ها نقش مجری و برنامه اجرا کن دارن، یعنی جلوی دوربین دیده میشن در رادیو و تلویزیون، این 47% زنی که در رسانه های سوئد کار میکنن و مصاحبه میکنن، وقتی که مصاحبه میکنن با کارشناسان امور سیاسی و سیاستمداران، اون وقت 80%شون مرد میشن بازن، با اینکه 50% پارلمان زن هستش. درسته. یعنی این میدونی، یعنی میخوام بگم یه مکانیسم خاصی در این مورد عمل میکنه که مسئله عاملیت زن و اینکه زن بخواد خودش همه رو بزنه کنار، بیاد جلو و بگه منم باید حرف بزنم، این به نظر من اصلا خیلی چیز ضعیف هستش، این فاکتور درش. فکر میکنید در مجموع انتظار زیاده از حد که از زنها توقع داشته باشیم که تمام این موانع ساختاری رو کنار بزنن خودشون بیان، و بعد وقت مرحله بعدی تازه این که وقتی هم میان جلو، من میتونم نمونه های بسیاری رو براتون بگم از همون جامعه سوئد که درش برابری هست و همه این داستانا، که چطور مورد تهدید، آزار، دشنام قرار میگیرن صرفا به خاطر اینکه تریبون گرفتن، حرف زدن، چیزی رو گفتن که به مزاق برخی خوش نیومده. همون حرفای آقایون که زدن مطلقا دچار، یعنی مورد اتهام و تهدید و اینا قرار نگرفتن. یعنی چند
لایه داره این فیلترهایی که سد میکنه راه مشارکت زنان رو در رسانه ها و در مجامع. آقای طایفی اگه خیلی کوتاه شما فقط اینو پاسخ بدیم بعد بریم به سمت تجربه در رسانه. نکته که در مورد سوئد میگن به نظر من واقعا خیلی خیلی متفاوت با جامعه ایرانه. گیرم که یک سری نرم هایی وجود داره، یعنی یه فضای شرایط مینستریم یا مسلطی وجود داره که کم و بیش در همه جا یه جوری پاسخ میده، یه جوری تبعات به اصطلاح کم و بیش یکسان داره از بابت به اصطلاح هژمونی مرد سالارانه. این ساختار درستی هم از وجودم داره، نمیشه اصلا کتمانش کرد. ولی اگه بخوام به فضای داخل کشور برگردم، حداقل تا حدود 9 سال پیش من ایران بودم و تو مجامع علمی هم بودم، یعنی مجامعی بودم که افراد می اومدن عرضه میکردن، اظهار نظر میکردن، هم تو تلویزیون حضور داشتم هم تو رادیو بودم، احیانا در موارد بسیاری تو مجامع کنفرانس ها سمینار بودم. واقعا میتونم به جرات بگم با وجودی که نسبت مشارکت زنان نسبت به مردها به مراتب پایین هست و میزان مشارکتشون در فضاهای اقتصادی و اجتماعی به یک معنای مسلط در جامعه که اساسا برشون فرصت فراهم نمیشه، ولی مشارکت زنها کم نبود. تنها جایی که من میتونم مقدار شاید کریتیک هم بکنم، بسیار از زنانی که الان تو فضای ایران هست عرصه‌هایی هم که مشارکت میکنن، در برخی موارد زنانی ما داریم، حتی اینجاها هم باید به مورد نقد قرار بدیم ما، که در گفتار و در اظهار نظرهاشون گاهی ما می‌بینیم که نرماتیوهای موجود رو هم بازتولید میکنن. یعنی زنانی میان حرفایی میزنن که احیانا باید اون مردها بزنن و از حقوق خودشون در واقع غافل هستن. و این برمیگرده به اون بحث، حالا می‌خواستم اشاره بکنم جلوتر شاید بهش بپردازیم، بحث از خود بیگانگی یه مقدار جنسیتی. برمیگردیم به این موضوع. خانم انصاری، گفتن که در واقع یه بخشی از این ماجرا برمیگرده به اینکه مسئولیت رسانه ها هم هست به هر حال از اینکه دعوت بکنن از زنایی که صاحب نظر هستن بیان تو رسانه ها و صحبت بکنن. بله این خیلی درسته. اولا که اون کسایی که تصمیم گیرنده هستن باید تصمیم داشته باشن که زنا رو بیشتر وارد بکنن یا برن دنبال اون زنایی که دارن کار میکنن و ببینن در چرا این اتفاق نمیفته. اینو بس از خود اونا بپرسید. نه من اصلا میخواستم به عنوان روزنامه نگار. بله به عنوان روزنامه نگار، من به عنوان روزنامه نگار میرم دنبال زن همیشه. اتفاقا از وقتی که اول از کارمو شروع کردم به کمک یک زن بود و اون زن ازم خواست و ازم یک قول گرفت که این درو برای زنای دیگه هم باز نگه دارم. واسه همین همیشه من به دنبال این هستم، برای اینکه در هر صورت پشتیبانی زناست که با هم بس دست تو دست هم بدن. البته ساختار جامعه‌ای واقعا تاثیرگذار هست. شما اولین روزنامه‌های زنی که در ایران درست شد بیش از 84 سال پیش بود. ما برای 35 ساله که به دنبال حقوقمون که 36 سال پیش از دست داده بودیم و داشتیم و داریم میریم. پس اینو یادمون نره. و بعد مانع ساختاری آیا تو ساختار رسانه ها شما به عنوان روزنامه نگار میبینید که مانع از این بشه که یا اینکه تشویق کننده نباشه به سمت اینکه بالاخره غیر تبعیض‌آمیز برخورد بشه در این مورد؟ میکنین اولا که اصولا هر ساختار مثلا رسانه ای که میرین یه مقدار بوروکراسی که در اون میاد خودش اینو یک دفعه نرمال میشه که آیا شما میرین به طرف کسی که راحت میتونین پیداش بکنین یا نه. بعد در ضمن راجب زنایی که در شما، من فکر میکنم همین بیشتر راجب زبان فارسی صحبت بکنین، که زنایی که در خارج از ایران الان به اوج تواناییشون رسیدن در سازمان ها در کمپانی ها و اینا، بعضی ها به اونقدر فارسی رو خوب صحبت نمی‌کنن و جلوی دوربین راحت نیستن که صحبت کنن. در مورد در واقع بیرون از ایران صحبت می‌کنن. بیرون از ایران. در داخل ایران من اونقدر که شما باهاش آشنایی دارین ندارم. من فقط از راجب ساختارای قانونی میتونم راجبش صحبت کنم که چطور مثلا در 35 سال گذشته ما فقط 77 تا نماینده زن مجلس داشتیم، در حالی که در افغانستان بایستی که 27 درصد در مجلسشون جرگاشون زن باشه. ممنون. داریش تجربه شما در پرگار چی بوده؟ پاسخ شما چیه به این سوال؟ من ابتدا بگم که یه آمار خیلی سردستی اگر بخوام بدم، میبینیم که از هر 4 مهمان برنامه پرگار حدوداً یکی زن بوده و 3 تا مرد. این تا حدی مایه خوشبختیه به این معنی که این آمار جهانیه، یعنی ما در برنامه پرگار از آمار جهانی مشارکت زنان صاحب نظر در رسانه ها پایین تر نبودیم. بعد از این آمار کلی اگر بخوام از تجربه‌ام بگم، بهتر از یه تجربه ملموس ابتدا حرف بزنم.
اخیراً ما رفتیم آمریکا در استودیو واشنگتنمون برنامه ضبط کنیم. برای اون برنامه ها من پیشاپیش از طریق تلفن، ایمیل وقتی در لندن بودم با حدود 35 زن تماس گرفتم. ولی از این 35 زن در نهایت 3 نفرشون اومدن و در برنامه شرکت کردن. با حدود 27 یا 8 مرد صحبت کردم، از اینها حدود 20 نفرشون اومدن تو برنامه. اون تجربه که نمیشه تعمیمش داد، من نمیخوام از اون یک آمار کلی اتخاذ بشه، استخراج بشه، ولی اون تجربه به من فهموند که در مجموع زنها رغبت کمتری دارن، علی‌رغم این که خود اون مثال نشون میده که ما تلاش بیشتری برای دعوت زنها به برنامه کردیم، رغبت کمتری نشون میدن. در این مورد البته میشه صحبت کرد، یعنی چرا رغبت کمتری نشون میدن؟ آیا اون موضوعها، آیا فضای برنامه، آیا مجموعه فضای فرهنگی جامعه ایران، از جمله بازخوردهایی که به صحبتهای زنها میشه، اینها مانع میشه؟ مانع چیست؟ آیا موانع خیلی ملموس و خیلی عادی هستند؟ زن باید از بچه نگهداری کنه بیشتر از مرد، زن یه اولویت‌های دیگه داره، ولی اونها به کنار، حداقل میشه گفت که من فهمیدم بر اساس این تجربه که رغبت زنها به اومدن به این بحثا کمتره. در واقع در پاسخ به سوالی که شما مطرح میکنین که بالاخره رسانه ها مسئولیت دارن در یک جامعه دموکراتیک، برخورد غیر تبعیض‌آمیزشون و حتی تلاش مضاعف داشته باشن، یک نمونه ای که در واقع تجربه ای که داریش داره میگه این هست که زنها رغبت کمتری دارن به حضور در رسانه ها. این یکی از منظورم شما نیست البته، چون فکر کنم شما سعیتونو میکنید، ولی این یکی از تیتر اول بهانه های رسانه ها در سراسر دنیا هستش و به این دلیل هستش که زن ها یک چهارم شرکت کنندگان در مباحث هستند. ولی واقعیت این هستش که اون سیستم که گفتم، یعنی شما فکر کنید وقتی که تو خود رسانه های بزرگ مثل بی بی سی، شما باید نگاه کنید که توی خود این کمپانی چقدر نگاه جنسیتی برابر وجود داره، چقدر چه تعدادی از مدیران سطوح میانی و بالایی زن هستند. تک تک ما مسئولیت فردی به نظر من در این زمینه نداریم، برای که ما مجبوریم توی سیستمی کار کنیم. شما حقوق میگید باید اینجا کار کنید و این از این تو این سیستم برید و عقب بیایید و جلو. مسئله این هستش که این چنین رسانه هایی در سراسر دنیا که چنین ساختاری خودشون دارن، چطور اینها میتونن بعد بازنمایی که میکنن از جامعه بازنمایی غیر جنسیتی باشن؟ یعنی اینکه از اون فیلتر حتی در دوربین ها و در قلم و در کامپیوتر این آدم ها هم رخنه نکرده باشه. بدیهیه که این تاثیر میذاره. اراده شخصی هم هست، اینم در نظر اراده شخصی هستش، اینو باهاتون موافقم، ولی شما نمیتونید در مورد وقتی یه مسئله به طور سیستماتیک پیش میره و فقط مختص به یک برنامه و یک تلویزیون نیست، بلکه در کل جهان یه الگویی داره این عمل میکنه، شما نمیتونید تقصیر رو یعنی مسئولیت رو به گردن فرد بندازین. درست مثل این میمونه که شما به یک نفر که پاکستانی در انگلیس بگین که این که به تو تبعیض جنس نژادی چیز میشه، این تقصیر خودته. تبعیض در ساختارهای رسانه‌ای یه بخش مسئله هستش. رسانه‌ها هم یه بخش از جامعه هستن که به هر حال تبعیض‌های نهادینه در طی تاریخ درشون بوده. اما اگه بخوایم اون طرف بحث رو نگاه بکنیم در مورد اینکه نقش اینکه خود این ساختارات مثلا در اعتماد به نفس زنها برای اینکه بیان صحبت بکنن، در اینکه میزانی که زنا آموزش داده شدن برای اینکه خودشونو مطرح بکنن، با صدای بلند حرف بزنن و اگه مجالی هست و حتی مجالی نیست برن خودشون اینو کسب بکنن. چی هست؟ مثالی بزنم خانم خدابخشی، به خاطر اینکه راجب تجارب و مشاهدات من پرسیدید، این در تایید صحبت‌های خانم ایرانیه. رسانه‌ها فقط مجریان و مدیرانش که نیستند، رسانه‌ها تا حدی مخاطبانی که واکنش نشون میدن و نظر میدن هم هستند. و تجربه من به من میگه که وقتی زنی میاد در برنامه پرگار صریح نظری میده که نظر رایج نیست،
واکنش ها بهش، نظرها، نوشته ها در شبکه های اجتماعی بیرحمانه تره. علاوه بر ساختارهای در واقع تبعیض‌آمیزی که ممکنه در رسانه ها باشه، رسانه ها هم به عنوان بخشی از جامعه، خود این تبعیض‌های ساختاری که در طول تاریخ هم بوده تأثیرش به اعتماد به نفس مثلا زنها برای اینکه بیان در فضاهای عمومی صحبت بکنن. همونطوری که میگید، یعنی ما اصلا نوع تربیت زن و مرد در از دوره تولد تا بزرگشه خیلی با هم متفاوت هستش و اینا همه تأثیر میذاره. ولی شما یه چیزی رو هم باید در نظر بگید، مثلا اینکه بی بی سی به عنوان رسانه بزرگ، اساسا رسانه‌های بزرگ اساسا رسانه‌های الیتیستی هستن، یعنی اینکه از نخبگان معمولا دعوت میکنند. مثلا این بحث مثلا برنامه پرگار برنامه‌ای هستش که روی یعنی به نخبگان رو دعوت میکنه، کارشناس‌ها رو دعوت میکنه برای اظهار نظر. و شما باید بدونید که در 25 رشته کاری که در دنیا هستش، فقط در دو تا رشته هستش که زنان اکثریت رو دارن به لحاظ عددی، و اون دو رشته میدونید چیه؟ حرفه خانه‌داری هست و دانشجویی و دانش آموزی. مادری خانه‌داری مادری. در این دو تا رشته هستش که زنها میتونن کارشناس باشن. در بقیه رشته ها کارشناسان و نخبگان به لحاظ عددی، به لحاظ این دنیایی که ما داریم و این تقسیم کاری که هستش، تعداد زنها بسیار کمتره. خب ولی به هر حال هنری رو حساب بکنین، هنری بعد در چیز مال مد تمام اینا هم زنن، فرهنگ زنن، در بله ممکنه در کار مثلا بیزنس و اینا بیشتر مرد باشند، بانکداری، ولی مثلا سیاست، روابط بین الملل که غالبا به نظر میرسه تعداد خانمایی که کارشناس و صاحب نظر هستن کمتره، تعداد دخترایی که دارن میرن تحصیل میکنن در این رشته ها روز به روز داره زیادتر میشه. بنابراین یه بحث این هستش که در فضای موجود چه مقدار مردا کارشناس و نخبه هستن در این زمینه، یه بحث این هستش که چقدر در واقع اینا خوش آمد بهشون گفته میشه، زنایی. درسته. که یعنی اون خوش آمدگویی یه طرفه، و مسئله دیگه این که این ما توی پروسه‌ای هستیم که شتابش خیلی زیاده الان، یعنی ما به سرعت داریم میریم به طرف اون که تعداد، یعنی اون آمارگیری جهانی که کردن 2005 که آمار کردن فکر کنم 17% بوده تعداد زنها در رسانه ها، بعد 2010 شده 24%. یعنی نشون میده که رشد و سرعت رشد خیلی بیشتره. به همین دلیل حالا واقعا نوبت این هستش که فقط از زنها خواسته نشه که فداکاری کنن، بیان جلو، نمیدونم چیز کنن و اینا، چون تو همه رسانه ها میگن مردا دوست دارن حرف بزنن. شما برید توی تلویزیون سوئد بپرسید، یکی از اولین چیزاشون اینه، مردها دوست دارن بیشتر حرف بزنن. ببینید من زمینی که واقعا تایید میکنم بخشی از این لایه هایی که صحبت میشه، ولی میخوام این نکته رو اشاره بکنم که وقتی زیاد وزنه رو به این ور میدیم از بعضی چیزها خواهی نخواهی غفلت میکنیم، چنانچه که عرض کردم. میخوام تاکید کنم باز رو نقش عاملیت، به این معنا که سطح انتظار من از زنان به طور عام نیستن. جامعه ایرانی که بخش بزرگی از جامعه زنان ما به نحوی تحت عنوان خانه‌دار یا محصل اساسا ایگنور میشن، اساسا بهشون میدان فضاهای اجتماعی دیده نمیشه. تو نرخ بیکاری ما اگر محاسبه کنی زنان خانه‌دار ما رو به عنوان نیروی واقع در سن فعالیت، نرخ بیکاری ما به بالای 49% 48% میرسه. اصلا بحث 9% نیست. ولی علاوه بر اینها من میخوام بیام یه سطح، یک لول بالاتر. نگاه من به عنوان کسی که انتظار دارم یا پروبلماتایز میکنم، مسئله یابی میکنم از اینکه چرا زنان در مجامع حضور پیدا میکنن، طبیعی است که از مادران خانه‌داری که 6 تا بچه دارن و اساسا صاحب دانش و آموزش هم نیستن، شاید فقط درس قرآنی خوندن احیانا یا چه میدونم تا کلاس مقاطع ابتدایی درس خوندن، ولی بحث ما اصلا اینا نیست. لذا لول یا بحث من یک قشر خاصی از جامعه ایران هستن که دارای تحصیلات هستن. زمانی یک انسان، حالا انسان زن به یه تعبیری، میتونه در عرصه‌های مجامع بیاد اظهار نظر بکنه و فرموله کنه ایده ها و عقایدش رو، حالا چه در قالب نقد وضعیت موجود چه در قالب تایید وضعیت موجود، تفاوت نمیکنه. زمانی که از سطحی از دانش و آموزش برخورداره، به اعتقاد من این فضا به یک زن نقش عاملیت این زن و یک انسان رو افزایش میده. من نمیتونم این نرخ رو برابر بکنم با نرخ‌ها و نرم‌هایی که در سطح جهانی وجود داره و بی‌تردید هم وجود داره. هژمونی مسلط اصلا اجازه تنفس هم نمیده. ولی در نظر داشته باشیم احیانا در مورد مثلا دایره پرگار وقتی که گفتگوهای از این دست میشه که از کسانی دعوت میکنیم،
علاوه بر این بحث این که حالا پرگار ممکنه عنوان بی بی سی پشتش هست، یه دلاغ من نیستن، عده ای ممکنه واقعا اشتغالات چه میدونم متداول خانگی داشته باشن که من فکر نمی کنم خیلی عمده باشه، برای اینکه کسانی که شما سراغشون میرین زنان عادی خانه‌دار نیستن، زنانی هستن که در عرصه‌های شغلی هستن، اینقدر صاحب نظر هستن که شما به اینها زنگ میزنید، ولی از این آدم ها خوب میتونن ارنج کنن فضاهای به اصطلاح چه میدونم تقسیم کار در حد خانه رو به معنا، یعنی میخوام بگم این ساختارها رو شکستن کما بیش. نکته دیگر تو عملیات فقط زن ها نیستن، خود مردها هم حضور دارن. من عنوان یک مرد فرض کنم من تو حوزه کاری خودم تو بحث همین جندر کوالیتی یا برابری جنسیتی کار میکنم، همیشه این فرصت رو سعی میکنم، حتی توی جلسات من یک جندر تایمر دارم، ساعت میگذارم، تایم میگیرم که چه کسانی بیشتر حرف میزنن، زن یا مرد، و سعی میکنم یه تعادلی حتی در بیان و فرصت دادن فراهم بکنم. و این فضایی نیست که احیانا فقط منحصر به من باشه، برخی از مردان چون که اشاره کردیم به درستی روند رشد به این سمت داره میره، و من فکر میکنم که باید میزان مشارکت، اعتماد به نفس و عدم حراس از انتقادات اجتماعی در فضاهای بیرونی که برای مردا هم هست، من بسیاری خود من که دست به قلمم دارم گاهی موقع مطالب مینویسم کلی حرفای بد و بیرو هم ممکنه بشنوم، ولی هیچ وقت عقب نمیشینم. عدم حراس از انتقادات بیرونی که گفتین، یه تحقیق در دانشگاه سیتی در لندن در مورد بریتانیا انجام شده، نتایجش میگه حدود 70% از زنایی که به عنوان صاحب نظر باهاشون مصاحبه شده بعد از مصاحبه گفتن که اعتماد به نفسشون کم بوده و میترسیدن که زیاد دیگه زیاده روی کرده باشن. تجربه چیه داریش در مورد پرگار؟ بله، تجربه ما هم همینه. چندین عامل پشت این هست، یکیش همونطور که گفتم این است که زنها خیلی از اوقات میترسن نوشته هایی، نظرهایی، نقدهایی به سمتشون جاری شه که واقعا منصفانه نیست، و غالبا هم همونجوری گفتم زبان بیرحمانه تریه. ما در همین برنامه پرگار مهمان هایی داشتیم که حرفایی زدن خیلی سریع، خانم هایی که حرفشون رو زدن و واقعا مهمان های خوبی بودن، ولی ما صفحه پرگار رو که نگاه کردیم در فیسبوک دیدیم چقدر بعضی از این نوشته ها در بدترین حالت چقدر وقیحان است. بنابراین این عمل میکنه و اعتماد به نفس رو از بین میبره، یعنی به نسبت زنها، بله، به نسبت مردها که صاحب نظر میکنه، بله، نوشته ها و نقد ها نسبت به مردها کمتر بیرحمان است. این درسته، ولی عوامل دیگه هم هست در ارتباط با اعتماد به نفس. بخصوص من متوجه شدم که زنهایی که دعوتشون میکنم به برنامه باید مطمئن باشن که متخصص اون حوزه خاص هستن، اگر نباشن نمیان، در صورتی که مردها غالبا، و من تعمیم نمیان، غالبا احساس نمی کنن که متخصص دقیقا همون موضوع باید باشن. این البته خوبه در مورد زنها، ولی بهتر ساده انگاری نکنیم، ایرادهایی هم در این رویکرد هست. ببینید اگر شما جامعه شناس باشید و زن باشید، وقتی که از برنامه پرگار باهاتون تماس گرفته میشه راجع به مثلا پدیده مهاجرت، مهاجرت ایرانیان به خارج صحبت کنید، اگر زن باشید در اون حوزه مشخص کار کرده باشید میگید آره، اگر نکرده باشید میگید نه. ولی موضوع اینه، من انتظار دارم از زن جامعه شناسی که نگرش جامعه شناختی داره، حتی اگر راجع به مهاجرت پژوهش دقیقی نکرده، باز هم بگه میام، برای اینکه مهم اون نگرش علمی است که یک تحلیلگر، یک صاحب نظر داره. وقتی شما این نگرش رو داری باید راحت به عنوان یه جامعه شناس راجع به پدیده مهاجرت صحبت کنیم، و غالبا در میان زنها میبینیم نیست. انتظار به جایی خانم میتونه به جا باشه، ولی من فکر میکنم که قاعدتا یه کارشناس باید این وسواس رو داشته باشه که در حوزه اظهار نظر علمی بکنه که مربوط به کاری که میکنه باشه. نقش ساختارهای اجتماعی چجوری ترجمه میشه به برخوردهای و تصمیمهای فردی که افراد میگن در مورد اینکه در یک سخنرانی در یک جمع عمومی شرکت بکنن یا نه؟ من فکر میکنم که اصلا تعیین کننده هستش، برای اینکه ما میدونم یه چیز معروفه که هیچکس زن و مرد به دنیا نمیاد یا نمیدونم سرکوبگر و سرکوب شونده، بلکه ما حاصل این اجتماع هستیم و تاثیر مستقیم میگیریم، یعنی هویت های ما رو این روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حاکم بر جامعه خودمون و جامعه جهانی هستش که شکل میده. در نتیجه که در بدیهی که تاثیر میگیریم، من اگر بدونم که خانم فلانی که در برنامه پرگار شرکت کرد به صرف اینکه مسئله رو مطرح کرد که مورد
خوش آمد مثلا یه عده‌ای نبود و این بدترین نوع کامنت ها رو گرفت، خب بدیهیه که من وقتی بخوام من شرکت بکنم خب دوبار فکر میکنم، سبک سنگین میکنم. ولی آقای طائفی ممکنه که اصلا به این فکر نکنه، برای اینکه اگرم کسی از آقای طائفی مثلا انتقاد کنه ممکنه بگه که مثلا شما اینجا اینجوری نباید میگفتید، باید اینجوری میگفتید، ولی غیر ممکنه بیان راجع به ظاهر شما، غیر ممکنه برای شما چیز پیام بذارن که تو باید به تو تجاوز جنسی بشه، باید به دختر تجاوز جنسی بشه، باید بدن تو مسلح کرد. ببین اون خشونت بدیهیه که آدم رو محتاط میکنه، یکی از دلایلی که اصلا زنها محتاط هستن به خاطر اینکه خشونت جامعه نسبت بهشون خیلی میدونی سبوعانه هستش. حتی نیاکنین من فکر میکنم که اولا یه مقدار تلویزیون با روزنامه فرق میکنه. زنها اگر نگاه کنین در اینترنت، اولا همین وجود اینترنت خیلی کمک کرده به اینکه خیلی آدما، خیلی زنها صدای خودشونو بیشتر، نوشتار خودشونو بیشتر نشون بدن. دوما اینی که خانواده خیلی مهمه، طوری که بچه به بار میاد، طوری که شوهر با همسرش صحبت میکنه، اون طوری که خانواده شوهر احترامی که برای همسر دارن، اینا طوری که اجازه میدن یک دختر احساسات خودش رو بیان کنه و قبول میکنن و باهاش و اون احساسات رو کم نمیکنن، اینا تمام این ریزکاری هایی که در خانواده شروع میشه و وقتی که بچه به بزرگ میشه اون اراده شخصی، طوری که بتونه خودشو بره با بقیه صحبت بکنه، در جمع خودشو نگه داره، اینا خیلی مهمه. یه اشاره درستی کردیم به اینکه در واقع رسانه های تصویری و رسانه های چاپی فرق میکنه. من باز به همون تحقیق اشاره میکنم که حدود 80% صفحه اول رسانه ها در بریتانیا یا از مردان نقل قول شده یا اینکه با اونها مصاحبه شده. رسانه‌های چاپی رو ببینین، خیلی بستگی داره که چه روزنامه‌ای رو ببینین. مثلا دیلی میل رو که ببینین، اولین کورسپاندنت مال بین‌المللیشون یه خانم بود، آن لسلی. از لحاظ راجبه وقتی که ببینین خبرنگارای زنی که دارن میرن در میدان‌های جنگ، اینا زن خیلی توشون هست. من فکر می‌کنم یه چیزی که بایستی هم که همیشه آدم نگاه بکنه بهش اینه که اون چهره های برجسته کیا هستن و اونا رو بیشتر راجبشون صحبت کنه، یعنی راجب اون چیزایی که مثبت صحبت کنه، تا زنها و کسایی که دانشجوهایی که خبرنگاری بدونن که یه کسایی هستن که دارن پیش میرن، یه کسایی هستن که موفقن. ولی اگه از اول که وارد مثلا وارد دانشگاه خبرنگاری بشین، از اول بگین که شما فقط 30% شانس اینو دارین که بتونین موفق بشین، خب این یه مقدار یک ترمزهای فکری جلوشون میذاره. یه نکته رو اشاره بکنم، من فکر می‌کنم اگه بخوام باز رو نقش عملیات به عنوان اینکه فقط مورد غفلت قرار نگیره دارم تاکید میکنم، بی تردید بحث ساختار جای خودش هست. ولی به عنوان مثال میگم، مثلا با وجودی که نرخی که اشاره کردن در سوئد، نرخ مشارکت زنان در عرصه ها رسانه ها نسبتش که اشاره کردیم حدودا 1/4 یا حدود 30% گفتیم 33%، ولی من شاهدم خودم در انتخابات اخیر به عنوان یک به اصطلاح چی میگن پیک، یعنی اوج میزان مشارکت های مردم یا بحث ها، حتی چند تا مقاله اشاره شده بود و خیلی برای من جالب بود که نرخ مشارکت زنان در بحث ها و گفتگو، علی رغم اینکه ساختار نسبتا مردانه ایم، حتی رهبران احزاب بخشن رهبران حدودا فکر میکنم از 8 تا 9 تا حزبی که هست حدود یکیشون فقط زن بود فکر میکنم، نه دو تاشون البته اف ای و اینا هست، ولی علی رغم اینها این مشارکت زن ها، یعنی میخوام بگم عاملیت به عنوان یک داره یک پدیده زمانمند میشه. یعنی ممارست اجتماعی در این عرصه، میزان شهامت در عرصه های اجتماعی و پذیرش ریسک های اجتماعی، ریسک های اجتماعی متعدد بی تردید در مورد زن ها ریسک های خاص خودشون رو دارن، خشونت های کلامی که یا حتی فیزیکی در موارد فیزیکی ممکنه در عرصه های روابط اجتماعی رخ بده یا تو محیط های شغل احیانا. وقتی شما راجع به عاملیت صحبت میکنید، من یاد کسانی میافتم و این باز در حوزه مشاهدات و تجارب خودم و شاید نباید از این حتما یه حکم قطعی استنتاج کرد. یکی از این مشاهدات من اینه که وقتی من به دختران جوان، خانم‌های جوانی که دوست دارم بیان تو برنامه زنگ میزنم، در
بیشتر موارد ابتدا یک اشتیاقی نشون میدن و خیلی خوشحال میشن چون اینها اغلب کسایی هم برنامه پرگار رو میشناسن. بعد مکسی میکنن و میگن اجازه بدید راجبش فکر کنم. برداشت من این است که این یک برداشته، ولی حس میکنم این شمع درستی. برداشت من این است که اینها بخصوص اگر دانشجوهایی هستن که در اینجا درس میخونن و خانواده‌هاشون در ایرانه، اینها میخوان اجازه بگیرن. وقتی کسی حدس بزنم دلیل این که میگه راجبش میخوام فکر کنم اینه، تقریبا در 90% از اوقات جواب نبوده. یعنی وقتی به من میگن روز بعد زنگ بزنید، جواب نه. خانواده ها اجازه ندادن. و این آیا در مورد پسران دانشجو مثلا در مورد پسران دانشجو چنین نیست. این بحث عاملیت رو نشون میده که شاید باید یه مقدار با مکس بیشتری راجع به صحبت کردی. اینها بیشتر زنان جوانی هستن که اومدن دکترا بگیرن، در خارج از ایران دارن درس میخونن، خانواده‌هاشون در ایران هستن ولی احساس میکنن باید اجازه بگیرن. از یه طرف نقش عملیات رو پررنگ‌ترشون میده، از یه طرف دیگه نشون میده که در واقع تأثیر این ساختارهای اجتماعی و فرهنگی آموزشی چقدر زیاده. قویه و زیاده. که حتی در ساختار سیاسی اینو یادتون نره. شما وقتی خانواده ایرانه دختر میاد اینجا، اینا میخوان سفر کنن. میخوان برن سفر کنن، بیا باید که سرشو بپوشونه، روسری سرش کنه، یا اینجا که نمیکنه بیاد اینجا با روسری وقتی میره بیرون. میدونین درست نیست اینا، بس هیچ وقت ساختار سیاسی رو از یادتون نره. بپرسیم به یه جنبه دیگه در واقع از بحث، و اون این هستش که زبان عمومی که استفاده میشه در رسانه ها و مجامع عمومی، اینم به هر حال یه توضیحی که واسش وجود داره اینه که زبان مرد غالبا مردانه و تبعیض‌آمیزی هستش، چه در بحث های رسانه ای، فرض بکنید در بحث های سیاسی، چه در بحث های مجامع عمومی و جاهای دیگه. نقش این چیه به نظر شما؟ ولی حتی همین موضوع هم فقط موضوع صرف جامعه ایرانی و زبان فارسی نیستش. در همه دنیا اینطوریه که زبان رسانه های بزرگ زبان نخبگان هست و زبانی هستش که اصولا آقایون استفاده میکنن. آقایون هم وقتی صحبت میکنن طوری صحبت میکنن که دائم نشون داده بشه که میزان آگاهیشون، حفظیاتشون چقدر، کد آوردن از این اون اینا. یه زبان به اصطلاح ویژه‌ای درست شده، یک زبان مردانه درست شده که تو رسانه‌ها ما اصلا چیز دیگه نرم اونه. بعد اون وقت زن‌ها زبانی هست، زبان زنانه زبانی که عینی‌تر، ساده‌تر، ملموس‌تر، طوری حرف می‌زنن که همه می‌فهمن دارن چی داره میگه طرف. این باعث میشه که، ولی چون رسانه‌ها اساساً رسانه‌ها الیتیستی هستند و اکثریت رؤسا نگاه جنسیتی غالب بر این رسانه ها هستش، دنیا هم که اونطور هستش که زن مردانه هستش، نتیجه این میشه که گرایش اینه که این زبان زبان نرمه. اگر که ما یه زن خانه‌دار رو بیاریم بشینه و تمام داستان مثلا زندگی روزمره زنان در ایران رو به زبان ساده تعریف بکنه، ما فهم کنیم خب این چیزی نگفت که. ببین من میخوام یه جایی رو فکر کنم لازمه مکس کنیم. یعنی مثلا یه جایی من فکر کنم که ما در مورد یه زن به معنای خیلی عام داریم صحبت میکنیم. یه بحثایی توی این بحثای فمینیستی هم وجود داره، اینترسکشنالیتی و اینا، که مثلا نگاه چند بخشی این زن کیه، این کدوم زن رو مورد نظرمونه؟ زنی که در مثلا فرض کن در اروپا نشسته، یک زن سفید پوست، یه زنی که در بلوچستان نشسته که اصلا زبان فارسی بلد نیست، زنی که در کردستان است که هزار اجحاف در مردو شده، زنی که ختنه جنسی شده، یا چه می‌دونم کدوم زن رو مورد نظرمونه؟ اون چیزی که به نظر من شاید زن مورد مشخص، مورد هدف در این بحث ما هست، اول اینکه این زن تحصیل کرده است، یعنی صاحب نظر هست. فرض ما بر اینه، وگرنه به او زنی نمی‌زنیم. بله. اولینه. این خیلی مهمه. یعنی خیلی از پارامترهای دیگه که به عنوان نرماتیوها، ساختار به تعبیر وجود داره، این زن این ساختارها رو شکسته. یعنی میخوام بگم وقتی من بحث عملیات رو عمده میکنم، البته عمده که نسبتش رو اصلا نمیبرم رو بالا که ساختار رو ندیده بگیرم بی تردید، ولی میخوام بگم اینجا به ویژه در این زن مورد نظر در این بحث ما، این زن توانایی کنشگری خود را چنان افزایش داده که ما نباید نادیده بگیریم. او تونسته ساختار رو بشکنه. زنی که امروز سه نفر از اونها هر زن فرزند در همین بحث ما حضور دارن، به اظهار نظر میکنن و از ابعاد مختلف و حتی از زاویه به اصطلاح همین موقعیت‌های جنسیتی در مقام دفاع از حقوق خودشون برمیان. نیا کنین، من این تجربه شخصی خودمه که وقتی توی
این سازمان خبرنگاران خارجی بودم. از سازمان‌های نهادهای خبری مال خاورمیانه، مال خلیج فارس ما رو خیلی دعوت می‌کردن بریم اونجا، و اونجا واقعا میتونم بگم که دولت بود و که این زنای زیادی رو فقط همینطوری پرورش میداد و پشتیبانی میکرد. و اگر شما تو رسانه‌های عربی ببینید خیلی خیلی زیادتر و زیادتر دارن میشن. یکی از چیزایی که راجب تغییر جامعه همیشه راجبش صحبت میشه، یه مقدارش از بالاست و یه مقدارش از پایین. یعنی بس پشتیبانی از بالا باشه و از پایینم از خود مردم، حتی از خانواده، از افراد بیان خودشون این اراده رو داشته باشن که بیان بالا. ولی مهمتر از اون دست به دست هم بدن. در عربستان، یعنی در کشورهای خلیج فارس، الان اینو میبینین دولت‌ها خیلی پشتیبان زن‌ها هستن. حالا میتونیم بگین یا به خاطر اینه که در رسانه‌ها فقط یک مزیتون کدوم کشورها هستن؟ که مثل در دبی، در بحرین، این جایی که من رفتم و به چشم خودم دیدم. اونا که پرزنتر نیستش. اونا که نه، در کنفرانس ها من دارم میبینم، در کنفرانس های مطبوعاتی. یعنی به عنوان خبرگزار و خبرخوان. دارن میان به عنوان بله در تهیه خبر و در شرکت در شرکت شغلی و حرفه‌ای هست. نه خیر، اینا کسانی هستن که در رسانه ها هستن، در اجلاس های در کنفرانس های بین المللی اطلاعات. برای ثبت خبر میرن نیست؟ نه، میان صحبت میکنن. اوکی، یعنی سخنران. میان سخنران هستن. اینا کسایی هستن گرداننده هستن و اینا به خاطر اینه که کشوراشون دارن از اینا پشتیبانی میکنن. اینو نباید برای اینکه میخوان تصویر دیگه از کشور خودشون میخوان بدن. یک تصویر دیگه هم از خودشون نشون بدن، ولی در هر صورت چیز مثبتیه. نکته مهمی که خانم ایرانی ترک کردن، و اگر اجازه بدید من بخش از مشاهدات خودم رو در موردش بگم، این است که درسته زبان مردان است، به این معنا که زبان عمومی، اون زبانی که ما ازش استفاده میکنیم غالبا تجارب مردانه رو یه طوری طرح میکنه که انگار اینا هنجارهای عام هستن، اینا مردان نیستن، اینا مال زنان، در صورتی که واقعا این تجارب به شکل مردانه طرح میشه. ولی در عین حال، و اینجا رفت پیدا میکنه به صحبت عاملیتی که آقای طایفی طرح میکنن، ما میدونیم که در خیلی از حوزه ها از همین زبان که مردان است زنها خیلی خوب استفاده میکنن. مثلا در محیط های خانگی جامعه شناسا میگن که زن در استفاده از زبان در محیط های کوچک خیلی موفق تره، یعنی بهتر میتونه احساسات خودش رو به اشکال متفاوت بیان کنه. ضمن فراموش نکنیم که ثابت شده، زبانشناسا میگن که زنها در یادگیری زبان های دوم سوم هم خیلی موفق ترن. به این ترتیب اینطوری نیست که زن، درست زبان مردان است، ولی زن کاملا ناتوان در مقابل زبان. زمانی که ما ساختار قدرت رو خیلی قدرت و هژمونی مردانه رو خیلی مسلط میکنیم که بی تردید هست و مینستریم هم هست، ولی به تعبیر به نظر من چامسکی حرف قشنگی میزه، میگه این امپریالیست ها ضعف های خودشون دارن، عنوانی میکنه ضعف قدرت. و بعد تئوریسین دیگری داریم که میگه قدرت ضعف، یعنی کسانی که ضعیف هستن مردم، اینا داره قدرت هستن. من فکر میکنم توی بخش عاملیت ما قربانی نسازیم از زنان، ما درست قربانی هستن، ولی این قشری از زنان که ما در موردش صحبت میکنیم دارای آنچنان قدرتی هستن در بین این جامعه ضعیف یا ضعیف شده، دارای آنچنان قدرتی هستن که میتونن ساختار رو دگرگون بکنن، و چنان که دارن این کار رو میکنن. سطح انتظار ما کدوم حوزه مشارکت این زنان رو ما میطلبیم در عرصه های فرض کنید شما زبان رو اشاره میکنید، به اعتقاد من علاوه بر که زبان خود طبیعی توی ساختار مردانه، زبان هم مردانه است. بله. از آسمون که نمیاد، ریشه های زمینی و عینی داره، ولی بی تردید عرصه های تخصصی به اعتقاد من نسبت سطح یا نرخ مشارکت یا حضور به اصطلاح زبان مردانه تو عرصه های تخصصی خیلی کم تره، به ویژه توی عرصه هایی که خیلی پوزیتیویستی تر هستن. من فکر کنم یه چیزی رو اینجا روشن کنم در دو صحبتایی که شما کردین، اینکه لااقل بحث من مطلقایی نیستش که زن رو به عنوان قربانی در این رابطه در جایگاه قربانی بذاریم و بعد بگیم که حالا مثلا چیکار کنیم برای این حیوانه که بهش کمک بکنیم، اصلا این نیستش. من میگم که یه ساختار جهانی هستش، برای که نیمی از جامعه ما زنن
به اندازه کافی تحصیل کرده و آکادمیسیان رو لاغت تو جامعه ایرانی ما تو میان زنان داریم. بنابراین من فکر می‌کنم که یه چیزی یه عاملی و یه مجموعه عواملی فیلتر می‌کنه حضور زنان رو به اندازه‌ای که واقعا باید باشه. چون یه چیزی اینجا عمل نمی‌کنه، صرف مسئله جامعه ایرانی اون عوامل چیا میدونید؟ اون عوامل این از وقتی رو صحبت رو کردیم دیگه، یعنی اون ساختار کلی جهانی هستش، نگاه جنسیتی هست، نگاه جنسیتی خود رسانه‌ها هستش به موضوع و اینکه چطوری بازتاب میدن این در واقع تصویری که ارائه میدن از همین مغز و چشم و گوش ژورنالیستی هستش که خودش هم دوچار همین تبعیض هستش و این تبعیض رو باد، یعنی میگم یه ساختار کلی هست، یه فیلترهایی وجود داره که زن رو حذف میکنه. و من دیگه اصلا فهم میکنم دیگه از مسئله از وقتی که ما راجع به این صحبت میکنیم که از هر 4 نفر یک نفر زن هستش در کل دنیا، دیگه ما نمیتونیم حتی در مورد نابرابری و تبعیض و حق خوری صحبت کنیم، ما در رابطه سرکوب در واقع سیستم سرکوبه، یعنی که ما سرکوب میکنیم به نوعی زنان رو وقتی اینها رو حذف میکنیم از تریبون‌های اجتماعی. یه نکته که ما باید اینجا هستش در واقع بحث هست اینه که تاکید کردن زیاد روی این در واقع تبعیض‌های ساختاری و تاریخی که وجود داره تقویت نمیکنه همین کلیشه که زن قربانی. نه من فکر میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش که در زمانی که آمار گرفتن حضور زنان رو در رسانه ها چه به عنوان عامل خبر چه به عنوان تولید کننده خبر در طول 30 سال اخیر افزایش پیدا کرده، یعنی عاملیت زنی زنها دارن همه جا مبارزه میکنن برای اینکه وارد این عرصه ها بشن، ولی یه سطحی وجود داره که مانع میشه صحبت ایرانی. فرض کنیم راجع به همین موضوع برنامه شما در یک جمع زنانه، مثلا سمینار زنان عرصه سیاست در سوئد صحبت میکردید، آیا در اون سمینار با زنها در مورد استفاده از زبان در مجامع عمومی و رسانه ها اگر صحبت میکردید، هیچ از اونها در صحبتتون سعی میکردید این انتظار رو بیان کنید که اونها هم باید قدم پیش بگذارن، یا نه مدام بر موانع تاکید میکردید؟ فرض کنید این یک سمینار زنانه بود. برای اینکه اونجا مخاطب من فرق میکرد. خب مخاطب من اونجا مخاطب شما الان فکر نمیکنید نصف مخاطبای شما در این برنامه ممکنه زن باشن؟ حتما هستن. خب آیا از اونها شما هیچ انتظاری ندارید؟ اگر بخشی از اون زنها تحصیل کرده های خارج از ایران باشن که در دپارتمان های مختلف به یه حدی از تخصص رسیدن که میتونن بیان بیان کنن، من فکر میکنم که اگر کسی به اون مدارج بالای آکادمیک در کشوری که زبان مادریش هم حتی نیست رسیده، اونقدر تریبون داره و اونقدر باید بره حرف بزنه، اونقدر یعنی میدونین کارش اصلا حرف زدنه، استاد دانشگاه یا ژورنالیست کارش حرف زدن نوشتنه، یعنی مشکل اون زنان این نیستش که میترسن یا اینکه تریبون، یه چیز دیگه ما نمیشه. آقای طریفی اشاره کردین به این در واقع بحث بین بخشی که جامعه شناسا مطرح میکنن و بحث فمینیستا مطرحش میکنن، وقتی بحث میرسه به اینکه زنی که داریم ازش صحبت میکنیم چی هست، آیا این خودش بازم تشدید کننده برخلاف چیزی که شما میگین تشدید کننده نقش در واقع تبعیض‌های ساختاری میکردید؟ من فکر میکنم تشدید کننده از زمانی که فرض کنید شما زنی رو در نظر میگیرین که زن کرد هست در مقابل زنی که در پایتخت تهران نشسته، در منطقه تا میشه میدونم این منطقه خوشنشین در تهران نشسته، یا زنی که در سیستان و بلوچستان از در محروم ترین موقعیت توی کرمانشاه ایلام حضور دارن، این زن رو شما نمیتونید دو تا به اصطلاح از یک نرم یا از یک به اصطلاح معیار اینها رو ارزیابی و ارزش داوری هم بکنید، حتی میزان مشارکتشون رو هم. بنابراین منظورم اینه که علاوه بر جنسیت عوامل دیگه‌ای هم هست، نه تنها بحث قومیت در این داستان مطرح هست، نه تنها بحث ملیت، یعنی مقایسه فرض کنید کشورها حتی با هم به نظر من خیلی از این زاویه طبیعی آدم مقایسه هایی میکنه برای اینکه یک سطحی رو به اصطلاح توسعه بده برسونه به یک سطحی که در سطح جهانی است که به نظر میاد قابل قبول باشه یا حداقل مبتنی بر حقوق بشر یا حداقل در معطوف به اون باشه، ولی وقتی عرصه های ملی رو وارد میشیم قاعدتا باید به ملیت ها توجه بکنیم، یعنی نمیشه تحت عنوان مثلا فرض کنید نرم جهانی میگه که زن ها دارن موقعیت برابری پیدا میکنن فکر کنیم که ایران در ایران یا چه میدونم در آنگولا همچنین وضعیت رخ میده یا در سودان که زنان ما به طرز وجیهی فرض کنید اونجا مورد ختنه قرار میگیرن، به عنوان مثال میگم که اولین حقوق فیزیکال خودشون هم هست نیست، بحث قومیت هست، بحث خود گرایش های جنسیتی یا جنسی خود زنان هم در این رابطه وجود داره. نکته ببینید تمام همت و دغدغه من این هست که
توانایی های موجود در بین جامعه زنان را ما نباید دست کم بگیریم و اینها به اعتقاد من چیزی نیست که بی تردید شما هم قصدتون نیست، ولی میخوام بگم که من اینجور نمیتونم به هیچ وجه نمیتونم اینقدر ریداکت کنم، اینقدر تحلیلش بدم، تقلیلش بدم تو ساختارها که مستحیلش بکنم، به ویژه در بین زنانی که به اعتقاد من از سطحی از دانش برخوردن و من واقعا شاهد این هستم. مثال میگم، نسبت یا درصد مشارکت زنان در عرصه های عمومی اجتماعی رو زیر 10%، بین 5 تا 10% در جامعه ایران حساب بکنید، عرصه های رسمی رو عرض میکنم و نه اشتغال در خانواده که اینا محاسبه نمیکنن، ولی نسبت زنان در عرصه های مشارکت هایی که از امروز موضوع بحث ما هست، اظهار نظر و بیان یا نوشتن مقاله، نمیدونم کنفرانس، تحلیل، اظهار بیان و عقیده، اینجا نسبت اصلا بین 5 تا 10 نیست. به عنوان مثال میگم در سطح مقالات بالای 35% مشارکت زنان در عرصه های مقالات در کشور وجود داره، همین کشوری که هزار تا هم به سال محدودیت ها وجود، این نشان از اینه که ساختار اینا رو میپذیره ها، نه زنان دارن چالشگری میکنن. چالشگری زنان رو به اعتقاد من نباید تقلیل و کاهش داد. اساس بحث تقلیل کاهش دادن چالشگری زنان نبوده. یعنی بحث من به هر حال از اول تا حالا این بوده که زنان هستن، توانایی دارن، نیمه از جامعه هستن. چرا آمار جهانی و نشون میده که اینا نمیتونن به اون اندازه‌ای که باید سهمی که دارن مشارکت داشته باشن دیده بشن؟ آمار شنیده جهانی بشن. شما میگید خیلی بحث عمومیه، این آمار جهانی من میتونم بگم از خیلی پیوستار بزرگی داره. متشکرم از شما. به آخر برنامه پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردین و تشکر میکنم از مهمانهای برنامه، خانم شعله ایرانی، علی طایفی، نازنین انصاری، داریوش کریمی. به ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونین ایمیل بدین، در همین آدرس میتونین نسخه صوتی یا پادکست برنامه را هم نگاه بکنین. خدا نگهدار.